خب عزیزان الان موافق هستید با هم همین مثال ها رو ببرین تو جملهم کاربردش رو ببینیم پس همون جمله های قبلی ها چون نمیخوام حواستون پرت جمله جدید کلمه جدید معنی جدید بشه خب و تفاوت ها رو میخوام لمس کنید تو حالت علوم لو علوم سوز علوم لو سرو و هنوز به علوم سوز سروش موندی برسیم خب Ali ödev... Bebinin, tu olumlu çi goftim. Ali ödevlerini yazmış. Tu olumsuz çi goftim? Ali ödevlerini yazmamış. Alan tu olumlu soru çi mi giyim? Ali ödevlerini yazmış mı? Aya Ali takalip eşro neveşte? Bekiber mi geldi? Be-u. O. Siz eve gelmişsiniz. سیز و گلممیش سینیز الان چی میخوایم بگیم؟ سیز و گلمیش میسینیز باز نوشتنش رو نگاه کنید با فاصله به که برمیگرده به سیز آیشنین هدیه سینی اونو تموشوز آیشنین هدیه سینی اونو تمامشوز آیشنین هدیه سینی اونو تموش مویوز آیا فراموش کرده ایم؟ به که برمیگرده؟ ببینید از روی این اوز تشخیص میدید که به بیز برمیگرده پیکنیکتن گجه دنمش میوم آیا شب از پیکنیک برگشته ام؟ پیکنیکتن گجه دنمش میوم به که برمیگرده؟ از روی این اوم تشخیص میدید که به بن من بیگرده یعنی من آیا من از شب از پیکنیک برگشته ام خب حالا که اینا رو با هم یاد گرفتیم میریم حالت اولومسو سرو یا سالی منفی رو هم با هم یاد میگیریم سالی منفی مثل همه زمان ها یه نگاه کردم که ببینم فرمول رو نیاوردم چون نمیخوام تقلب کنید میخوام خودتون مثل من از حفظ بگید شما میتونید دیگه الان به سطحی رسیدید یا سویه ای رسیدید سعی کنید اینا به کم کم به یاد بگیرید الان من واقعا برام سخته بگم سطح خب میبینید یه خوردم گاهی وقتا مکس میکنم چون عادت کردم بگم سویه شما به یه سوییه ای رسیدید یا به سطحی رسیدید که خیلی راحت میتونید دیگه بیان کنید فرمول الومسوز سرو چیه فیل آرت الومسوز اکی آرت زمان اکی آرت سرو اکی آرت کیشی اکی بریم با هم ببینیم درسته یا نه ببینید من از حفظ گفتم شما باید بگید فیل ارت اولومسوز اکی اولومسوز اکی همیشه بعد فیل میاد کلا ببینید چه تو خبره منفی چه تو سوالی منفی اصلا این پسوند منفی چسبیده به فعله فیل ارت اولومسوز اکی آرتی زمان اکی آرتی سوره اکی آرتی کشی اکی خب فعلمون به چه شکلی میاد امیر شکل ده علومسوز اکیامون تو فل چیه؟ فل ها ببینید اسم و صفت نمیگم تأکید میکنم که تو ذهنتون همیشه بمونه تو فل پس فنت منفی سازمون چیه؟ مامه مامه درسته؟ مامه خب بر اساس مامه زمان اکیتون چی باید باشه؟ چهار تاست مش 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 نه به هیچ وجه اشتباهه دو تاست مش و میش دو تا فقط مش و میش چرا؟ چون قبلش ما و ما دارید پس زمان اکیتون فقط مش و میشه حالا شما بگید سرو اکیتون چند تاست؟ من میگم چهار تا فکر میکنید درسته؟ هر چهار تا سرو اکی میاد م می مو مو درسته؟ آفرین به اون دوستان زرنگی که میگن نه به هیچ وجه با اعتماد به نفس سر به این که من مدرسم و دارم درس میدم که نباید همه حرفام درست باشه نه میگید اشتباه میگید شما دو تاست چون قبلش زمان اکیش دو تا اومده مش و میش سرو اکی هم فقط دو تا میاد م و می دو حالت م و میش میاد دیگه حالت های مو و میش نمیاد متوجه شدید ببینید ما و ما چقدر اینا رو تحت تاثیر قرار داد چون ما و ما اومده بود زمان اتکی رو تحت تنسا قرار دادن به ترکی چی میشه؟ اتکیلدی اتکیلدی بکن نسل بونلار اتکیلدی یا نگاه کنید اینارو رو چجوری تحت تنسا قرار داد ها؟ ببینید دارم اینجوری میگم میگم ببینید چقدر اینا تحت تنسا قرار داد ها؟ نسل بونلار اتکیلدی یا؟ پس تحت تنسا قرار دادن یعنی اتکیلمک اتکی یعنی تحت تاثیر قرار داد. نگاه کنید ما و ما باعث شد که زمان اکیمون از چهار حالت دو حالتش بیاد مش و میشش بیاد. و سرو اکیمون به همین دلیل از چهار حالت دو حالتش اومد م و می اومد م و می اومد. حالا کیشی اکیاتون فکر میکنید چند حالت بیاد؟ نگاه کنید فقط دو حالت اومد. تو اول شخص مفرد ام ایم تو دوم شخص مفرد سن سین سوم شخص هم که راحتمون کرده هیچ وقت شناسه نداره اول شخص جمع از ایز دوم شخص جمع سن سینی سوم شخص جمع لارولر حالا یه سوال از شما چرا اول شخص ها دوباره یه میانجی گرفتن؟ اول شخص مفرد رو دیگاه کنید چرا با رنگ سبزم نشون دادیم؟ چرا یه میانجی گرفتن شده یم یم؟ چرا اول شخص یه میانجی گرفته شده یز یز آفرین بر اینکه قبلش سرو اکیه پس سؤالیه سوالیه آخرش به حرف صدادار ختم میشه اول کیشی اکیه مفرد اول شخصای مفرد و جمع هم با حرف صدادار شروع میشه دوتا صدادار کنار هم نمیتونن قرار بگیرن وسطشون یه یه میانجی میاد خب پس به همین دلیل اینم هم از داستان یه میانجیمونه. حالا بینیم سر وقت مثال ها. مثال اولمون چیه؟ یاز ماکت مثل همیشه. خب شما بگید. به چه حالت میاد؟ ماک هزف میشه. بن فل به دستمون میاد یاز. آخرین حرف صدادار یاز چیه؟ آه جز گروه کالن های اینجا هست هاست؟ کالن ها سر گروه کالن هاست. پس ما میگیره یا ما؟ ما میگیره میشه یاز ما حالا آخرین حرف صدا یازماتون چیه آ به خاطر آ کدوم یکی از حالتهای موش رو میگیره مش میش موش موش مش رو میگیره می میشه یاز ما مش حالا خاطر آخرین حرف صدا یازما یاز ما مشتون که اوه کدوم یکی از ور رو, رو میگیره مرو و به خاطر م هرچی بی نقطه است تو کشی یکی بهش می چسبن. چی میشه؟ نگاه کنین یاز مامش میم یاز مامش مسن یاز مامش م مامش میز. مامش مامش ملار یا یاز لار م. آیا ننوشته ام آیا ننوشته ای آیا ننوشته است آیا ننوشته ایم آیا ننوشته اید آیا ننوشته اند درست شد پس نگاه کنید به خاطر آی یاز فرمول رو نگاه کنید اول شخص مفرد رو نگاه کنید به خاطر آی یاز ما میگیره به خاطر آی ما مش میگیره به خاطر او مش م میگیره به خاطر ا م هرچی بی نقطه است تو کشیه که اونا رو میگیره. ام سن از سنوزلار. درست شد؟ خب. فاصله ایران که بینشون دادم دقت داشته باشید و یادتون نره. یازمامش میم. یازمامش مسن. بین اینا یه اسپیس فاصله. حالا میریم سراغ مثال بعدی گلمک. مک کسب گل آخرین حرف صدا دارش ا درسته جزء گروه اینجا ها یا کالن هاست سرگروه اینجا پس چی میگیره؟ م گل م به خاطر ای ما آخرین حرف صدا داره گل م چیه؟ ای دیگه ای آخر ما چی میگیره از زمان اکیا؟ میش میشه گل م میش به خاطر آخرین حرف صدا داره گلممش چیه؟ ای کدومی که سر رو میگیره؟ می رو و چون می نقطه داره هرچی تو کشی یکی نقطه داریم بهش می میشه می شه گلممش می ایم، گلممش می سین، گلممش می، گلممش می ایز، گلممش می سین گلممش می گلممش می ایز می لر یا گلممش لر می خب آیا نیامده ام آیا نیامده ای آیا نیامده است آیا نیامده ایم آیا نیامده ای آیا نیامده اند باز فاصله رو نگاه کنید گل میش میگیم گل میش میسین بعد سورو اکی بسا بین سورو اکی به بعد و قبلش یه اسپیس فاصله رو یادتون نره مثال بعدی دوستان چی بود؟ اونوتماک شما بگید ما کسب، اونوت آخرین حرف دارش او جز گروه کالن ها یا این جهاز بی نقطه است کالن ها پس ما میگیره میشه اونوت ما به خاطر آخرین حرف صدادار اونوت ما که آه مش میشه اونوت مامش و به خاطر آخرین حرف صدادار اونوت مامش که اوه مه و م سر مون دیگه چون نقطه نداره هرچی بی نقطه است تو کیشه کی بهش میچسبه میشه اونو تو آمش میم اونو تو آمش مسن اونو تو آمش م اونو تو آمش میز اونو تو آمش اونو تو آمش یا اونو تو آمش لار م آیا فراموش نکرده ام آیا فراموش نکرده ای آیا فراموش نکرده است آیا فراموش نکرده ایم آیا فراموش نکرده اید آیا فراموش نکرده و مثال آخر دن مک برگشتن. مک هست دن. دن آخرین حرف صدادارش چیه؟ او. او جز گروه کالن ها یا این نقطه داره. جز این جهاز. پس چی میگیره؟ از پس علومسوز اکی ها کدوم اک رو میگیره؟ م رو میگیره نه ما رو. میشه دن م. حالا آخرین حرف صدادار داره دن م چیه؟ ا مه. به خاطر اون میش میگیره میشه دون ممیش آخرین حرف صدا داره دون چیه؟ ای به خاطر این می میگیره میشه دون ممیش می و به خاطر می هر چی تو کیشی یکی نقطه داره میاد میشینه کنارش نگاه کنید دون ممیش میگیم دون ممیش میسین دون ممیش می دون میگیز دونمیمیش میشمی سینیز دونمه میشمی لر یا دونمه میش می؟ آیا بر نگشته ام آیا بر نگشته ای آیا بر نگشته است آیا بر نگشته ایم آیا بر نگشته ای آیا بر نگشته ای؟ اند خب حالا اینا رو یاد گرفتیم میبریم داخل همون جمله های تکراری قبلی آلی ادولرینی یازمش آلی ادولرینی یازمامش آلی ادولرینی یازمش میو یازمش حالا میخوای منفیش رو بگیم آلی ادولرینی یاز مامش م. آیا علی تکالیفش را ننوشته است خب به کی برمیگرده به او یعنی علی سیز اوه دونموش چجوری باید بنویسیم دون ممیش میسینیز آیا شما به خانه بر نگشته اید خبری مثبتش چی بود سیز اوه دونموش سونوس سیز اوا دون ممیش سینیز سیز اوه دنمش میسونیز؟ سیز اوه دنمش میسینیز؟ خب بکی برمیگرده به سیز آیشه نین هدیه سینی اونطموش اونطمامش میز منفیه دیگه اونطمامش میز آیا هدیه آیشه رو فراموش نکرده از روی ام از تشخیص میدید که بکی برمیگرده بیز؟ پیکنیکتن گجه دون ممیش میگیم پیکنیکتن گجه دون آیا شب از پیکنیک بر نگشته ام؟ از کجا گفتم بر نگشته ام؟ از روی ایم از روی این ایم تشخیص میدن که در مورد خودم من صحبت میشه من بر نگشته ام متوجه شدید خب عزیزان دوستان گرامی زمان مازی نقلی یا بلیرسیز گذشته زمان رو بر سر فعل تو چهار حالت جمله خبری مثبت خبری منفی سوالی مثبت و سوالی منفی یاد گرفتیم با چهار مدل مثال برای چهار زمان اکیش و بردن مثال ها در داخل جمله